ادامه گفتار دوم، فصل دوم، زیستشناسی دوازدهم، محل پروتئین سازی و هدف آنها. تا اینجا گفتیم که ریبوزوم ها ساختارهایی هستند درون سلول ها که رشته های پلیپپتید رو از روی اطلاعات mRNA می سازند. در یوکاریوت ها ریبوزوم ها میتونن به صورت آزاد در سیتوپلاسم باشن یا به شبکه اندوپلاسمی متصل باشن. به اون قسمت از شبکه اندوپلاسمی که ریبوزوم ها بهش متصل هستن گفته میشه شبکه اندوپلاسمی زب، که تو این تصویر میبینید ما هر دو نوع شبکه اندوپلاسمی رو داریم. این قسمت که ریبوزوم ها متصل هستن به قشای شبکه اندوپلاسمی و بهش شبکه اندوپلاسمی زب گفته میشه، و این قسمت که ریبوزوم ها متصل نمیشن و بهش شبکه اندوپلاسمی صاف گفته میشه، و همینطور ریبوزوم هایی که در داخل سیتوپلاسم وجود داره. هر کدوم از این ریبوزوم ها انواعی از پروتئین ها رو درون سلول می سازن. اون پروتئین هایی که محل فعالیتشون سیتوپلاسم هست، اگه بخوام از بین پروتئین هایی که تا اینجا خوندید مثال بزنم، یکیش میوگلوبین هست که در سیتوپلاسم سلول ماهیچه وجود داشت، هموگلوبین در سیتوپلاسم سلول های گلبول قرمز وجود داره، یا همین پروتئین هایی که در ساختار ریبوزوم هستن یا عامل آزاد کننده که تو مبحث ترجمه خوندید، همه اینها محل فعالیتشون سیتوپلاسم هست که اینها توسط ریبوزوم های آزاد ساخته میشن، یا پروتئین هایی که در هسته فعالیت دارن مثل دنابسفاراز، رنابسفاراز، هلیکاز، هیستون ها و همه پروتئین هایی که چه به صورت آنزیم و چه به صورت پروتئین های دیگه توی هسته فعالیت میکنن. بعضی از پروتئین هایی که در میتوکندری فعالیت میکنن و همینطور بعضی از پروتئین هایی که در کلروپلاست فعالیت میکنن. میتوکندری و کلروپلاست خودشون دی ان ای و ریبوزوم دارن و پروتئین های اختصاصی خودشون رو با کمک دنا و ریبوزوم های توی میتوکندری و کلروپلاست میسازن، ولی تعدادی از پروتئین ها توسط اطلاعات موجود در دی ان ای توی هسته سلول و ریبوزوم های داخل سیتوپلاسم ساخته میشه و به داخل میتوکندری و کلروپلاست منتقل میشه. حالا یه سری پروتئین ها هستن که توسط ریبوزوم هایی که به شبکه اندوپلاسمی متصل هستن ساخته میشه، مثل پروتئین هایی که در ساختار غشا بودن. اگه یادتون باشه ما تعدادی پروتئین داشتیم تو غشا بودن، مثل کانال های نشتی، کانال های دریچه دار، پمپ سدیم پتاسیم یا گیرنده هایی که درون غشا فعالیت میکردن، و همینطور پروتئین های ترشحی، همه پروتئین هایی که قراره از سلول خارج بشن، مثل هورمون هایی که از جنس پروتئین هستن، پادتن ها، آنزیم های گوارشی، همشون توسط وزیکول ها یا کیسه چه از سلول خارج میشن، یا پروتئین هایی که در لیزوزوم ها هستن و پروتئین هایی که در واکول ها وجود دارن. حالا تو این تصویر کتاب همه این مطالبی که گفتم آورده شده. ابتدا ریبوزوم های آزاد که میبینید از روی mRNA پروتئین میسازن. حالا این پروتئین اگه محل فعالیتش هسته باشه میتونه توسط منافذی که در غشای هسته وجود داره وارد هسته بشه، یا محل کارش توی سیتوپلاسم باشه همونجا میمونه و فعالیت میکنه، و یا از اون پروتئین هایی باشه که قرار وارد پلاست ها و میتوکندری بشه. اگه این پروتئین جزو پروتئین های دسته دوم باشه، mRNA از هسته خارج میشه، به ریبوزوم متصل میشه و بعد این ریبوزوم میچسبه به شبکه اندوپلاسمی. و به این نکته توجه داشته باشید که دو زیر واحد کوچیک و بزرگ ریبوزوم توی سیتوپلاسم هستن. وقتی که یک mRNA از هسته خارج میشه و وارد سیتوپلاسم میشه، ریبوزوم طبق اون مراحلی که توی مبحث ترجمه گفتم به mRNA متصل میشه. حالا بستگی به اطلاعات mRNA داره. اگه این پروتئینی که قرار ساخته بشه پروتئین های گروه اول باشه و قراره که مثلا توی هسته یا سیتوپلاسم یا میتوکندری و کلروپلاسم این پروتئین فعالیت کنه، همونجا توی سیتوپلاسم ریبوزوم رشته پلیپپتید رو میسازه. ولی اگه قراره این پروتئینی که به وجود میاد جزو دسته دوم باشه، ریبوزوم و mRNA که به اون متصل هستش میرن میچسبن به شبکه اندوپلاسمی. ریبوزوم رشته پلیپپتید رو میسازه، رشته پلیپپتید داخل شبکه اندوپلاسمی رها میشه
و بعد حرکت میکنه این رشته پلیپپتید در شبکه اندوپلاسمی و اونجا رشته پلیپپتید دچار تغییراتی میشه. بعد که تغییرات مورد نیاز انجام شد، توسط کیسه‌چه هایی از شبکه اندوپلاسمی جدا میشه و این کیسه‌چه حاوی رشته پلیپپتید میچسبه به دستگاه گلژی. همه پروتئین هایی که با وزیکول ها یا کیسه‌چه ها به دستگاه گلژی وارد میشن در دستگاه گلژی دسته‌بندی میشن و دوباره این پروتئین ها توسط کیسه‌چه از دستگاه گلژی خارج میشن و حالا اگه قرار ترشح بشن به خارج، این وزیکول ها یا کیسه‌چه ها میچسبن به غشا، یا این پروتئین اگه قرار باشه توی غشا قرار میگیره، یا همونطور که میبینید این وزیکول های جدا شده از دستگاه گلژی تبدیل میشن به لیزوزوم یا واکول. و مبحث آخر در مورد تجمع ریبوزوم ها در سلول هاست. در سلول های پروکاریوتی همونطور که میدونید دور دی ان ای غشایی وجود نداره و دی ان ای در سیتوپلاسم وجود داره. از اونجایی که پروکاریوت ها عمر کمی دارن، مثلا ممکنه یه سلول باکتری کل عمرش نیم ساعت باشه، همونطور که تو این شکل میبینید هنوز رونویسی تموم نشده، ریبوزوم ها میان متصل میشن و پروتئین سازی رو شروع میکنن. همونطور که گفتم وقت این سلول ها خیلی زیاد نیست و از اونجایی که دی ان ایشون در معرض سیتوپلاسم هست، ریبوزوم ها خیلی راحت میتونن به ام آر ان ای که داره تولید میشه بچسبن و پروتئین سازی رو شروع کنن. پس میبینید که هنوز رونویسی تمام نشده، ترجمه شروع شده. به طور همزمان هم عمل رونویسی داره انجام میشه، هم عمل ترجمه، و این هم یک شکل واقعی که با میکروسکوپ گرفته شده از این تجمع ریبوزوم ها در سلول های پروکاریوتی که دی ان ای رو نشون داده، رنای پیکی که هنوز داره رونویسی میشه و ریبوزوم هایی که متصل شدن و ترجمه رو شروع کردن. و در سلول های یوکاریوتی میدونید که دور دی ان ای غشا وجود داره و دی ان ای با سیتوپلاسم در تماس مستقیم نیست و از طرفی ام آر ان ای هایی که در سلول های یوکاریوتی ساخته میشن نیاز به پیرایش دارن. در نتیجه بین رونویسی و ترجمه فاصله وجود داره و نمیتونه رونویسی و ترجمه با هم انجام بشه. ام آر ان ای در هسته ساخته میشه، پیرایش میشه، بعد وارد سیتوپلاسم میشه. حالا با توجه به نیاز سلول، ریبوزوم ها پروتئین سازی رو شروع میکنن. اگه نیاز سلول به پروتئین حاصل زیاد باشه، دوباره ما تجمع ریبوزوم ها رو روی یک mRNA داریم و همطور که تو این تصویر میبینید، مثلا این ریبوزوم زودتر ترجمه رو شروع کرده، این پروتئین از اون پروتئین هایی بوده که سلول خیلی بهش نیاز داشته و بلافاصله پشت سر اولین ریبوزوم، ریبوزوم های دیگه هم قرار گرفتن و دارن رشته پلی‌پپتید رو میسازن. دوباره از روی طول رشته پلی‌پپتید ما میتونیم تشخیص بدیم که AUG یا کدون آغاز در کدوم قسمت از این mRNA قرار داره. و یه تفاوت دیگه که mRNA سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی داره اینه که برای اینکه از یک mRNA بیشتر استفاده بشه، عمر mRNA در سلول های یوکاریوتی بیشتر از سلول های پروکاریوتی هست. این تصویر میکروسکوپی هم مربوط به یک سلول یوکاریوت هست که شما یک رشته mRNA رو میبینید و تعداد زیادی ریبوزوم که روی این mRNA قرار دارن و دارن همزمان عمل ترجمه رو انجام میدن. امیدوارم از این ویدیو هم استفاده کرده باشین.